ساعتی قبل گفتگویی داشتم با مجتبی امینی و از ایشان پرسیدم علی‌رغم اتخاذ سیاست‌های ضد مهاجرتی توسط دولت، دلیل اینکه انگلستان به پایتخت اول مهاجران دنیا تبدیل شده چیست و مسلمانان و به ویژه شیعیان چه جایگاهی در بریتانیا دارند و تا چه میزان در این کشور در زمینه‌های مختلف تأثیر گذارند؟ با سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون، در رابطه با پاسخ به اینکه چرا انگلیس به پایتخت اول مهاجران تبدیل شده، میبایست به یک سری نقاط اشاره کرد که علت جذابیت در هر کشوری نه تنها برای مهاجر بلکه برای توریست چه چیزهایی میتونه باشه. در انگلیس میشه به نقاط خاصی اشاره کرد. ابتدا اینکه سیستم اقتصادی که در این کشور حاکمه میتونه اولین دلیل باشه برای جذب مهاجر. دوم امنیت غذایی و امنیت اجتماعی. سوم تکنولوژی برتر و یا تکنولوژی مادره، که این در واقع عامل خیلی میتونه علت جذب مهاجر به اینجا باشه، که مهاجر با توجه به مشکلاتی که در کشور خودش یا از لحاظ اقتصادی داره یا از لحاظ امنیتی داره و یا از لحاظ تکنولوژی داره، بتونه خودش رو به یه جایگاهی برسونه که اون مشکلات ازش برطرف بشه. و اکثرا الان با هر سهش مواجهن، هم دارای مشکلات اقتصادی هستن، هم مشکلات امنیتی و اجتماعی دارن، و همین که از تکنولوژی و آسایشی که در سایه تکنولوژی وجود داره از اونا بهره‌مند نیستن و لذا سعی میکنن خودشون رو به کشورهایی برسونن مثل اینجا، که در ضمن داشتن این امکانات بتونن در کنارش امکانات رفاهی اجتماعی عالی‌تری هم داشته باشن، چه در سطح تغذیه و یا بهداشت و یا مسکن و یا کار. و لذا یکی از چیزهایی که میشه روش خیلی تکیه کرد علت جذابیت این عوامل هست. البته عوامل دیگه هم میتونه وجود داشته باشه که تقریبا در دل همین چند تاییه که گفته شد، و مهمترینش هم همون رفاه و امکانات و سرویس های خدماتیه که در اینجا وجود داره، که در نهایت پس از اینکه طرف میتونه از لحاظ اقتصادی و از لحاظ امنیتی خیالش راحت شد، بلکه بتونه با توجه و با تکیه به تکنولوژی که در این کشور وجود داره بتونه مدارج عالی تری برای خودش و خانوادش دست و پا کنه تا بتونه از امکانات بهتری برخوردار بشه. در رابطه با تاثیرگذاری مسلمانان و شیعیان در بریتانیا میباید به این مطلب اشاره کنیم که عامه افراد بیشتری در سطح این کشور دارن، به خاطر اینکه از لحاظ زمانی اینها بیشتر مهاجرت کردن اینجا از کشورهای مختلف. به نسبت شیعیان، شیعیان خیلی سابقه زیادی در این کشور ندارن، چه مجامع عمومیشون چه مجامع خصوصیشون، اما خب عامه خیلی بیشتر بودن. حتی اینجا دارای دانشگاه و تأسیسات مختلف آموزشی هستن و از ساپورت‌های مالی بالاتری برخوردار هستن و تشکیلاتی تر هم عمل میکنن، ولی شیعیان متاسفانه به واسطه تشتت‌های سیاسی که بینشون حاکم هست با عقاید مختلف خیلی کمتر دارای تشکیلات اونچنانی هستن، و اگر هم هستن بیشتر در زاویه قرار دارن. ولی زا با توجه به اسلام حراسی هم که الان در سطح جهان داره گسترده میشه و روز به روز هم بیشتر بهش دامن میزنن، در نتیجه مسلمان ها باید با توجه به نقاط مشترکی که با هم دارن، چه شیعه چه سنی، باید سعی کنن این مقدار
متحدانه تر عمل کنن و تشکیلاتی به وجود بیاد که بتونن خودشون رو اونجوری که هستن نشون بدن و حتی خدماتی که دارن به جامعه ارائه میدن این رو در سایه تشکیلاتی بودن بهتر میتونن تبیین کنن که وجودشون در جامعه مفیده و از اون دسته ای که در واقع اسلام رو بد معرفی میکنن نیستن. همین ها نیازمند تشکیلات و سازماندهی خوب و مدیریت مناسبیه که هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اجتماعی بتونن جایگاه خودشون رو درست معرفی کنن. نظام ما با این نقص مواجه هستیم که افراد چون به صورت تنهایی به قول انگلیسی ها اندیویجوالی عمل میکنن اغلب انرژی هاشون هم هدر میره، ولی اگر به صورت گروهی و به صورت مشترک روی نقاط مشترک بتونن با هم فعالیت بکنن خیلی تاثیرگذارتر خواهد بود. در نتیجه افکار عمومی هم نسبت به اونها بهتر تغییر میکنه و حتی اینها بهتر میتونن باری را از دوش اجتماع بردارن و نشون بدن به مراتب مفیدتر از خیلی های دیگه هستن که اصلا به خیلی مسائل اعتقاد ندارن. لذا با توجه به این گونه مسائل امیدواریم که در جامعه مسلمانان و شیعیان انگیزه هایی به وجود بیاد که بتونن با همدیگه به صورت مشترک همونطور که دارن در کنار هم زندگی میکنن بتونن با تکیه بر نقاط مشترک اونجوری که شایسته و بایسته هست خودشون رو معرفی کنن و تأثیر